به نام خدا. سلام، مهراد افشاری هستم از فارکس حرفه‌ای با جلسه صدم از سری جلسات آموزشی بازارهای مالی. با آشنایی با نحوه استفاده از تحلیل تکنیکال به روش چنگال اندرو یا اندرو پیچفورک در دستیار فارکس حرفه‌ای با شما همراه هستیم. همچنین شما میتونید برای دریافت ویدیوهای آموزشی بیشتر به کانال‌های فارکس حرفه‌ای در یوتیوب و آپارات مراجعه کنید. خب، ما در این جلسه با بررسی تحلیل تکنیکال بر اساس چنگال اندرو با شما عزیزان همراه هستیم و به بررسی مواردی مثل سیگنال دهی از طریق این تحلیل، سیگنال‌های در نظر گرفته شده در قسمت چنگال اندرو، توضیحات و اطلاعات لازم برای سیگنال‌های مورد نظر و همینطور به بررسی نمونه‌هایی از سیگنال‌ها به روش تحلیل از طریق چنگال اندرو یا به بیانی دیگه اندرو پیچفورک میپردازیم. خب، سیگنال هایی در نظر گرفته شده در قسمت چنگال اندرو شامل خط ماشه یا تریگر لاین، سیگنال بازگشتی یا ریورسال، سیگنال ادامه دهنده یا کانتینیوشن و همینطور خط میانه یا میدین لاین میشه. چنگال اندرو یکی از ابزارهای خیلی مناسب برای تحلیل و سیگنال دهیه که میتونه به تنهایی یا به صورت مکمل با سایر ابزارها استفاده بشه. توجه کنید که سیگنال های بر اساس چنگال اندرو ادامه دهنده و بازگشتی هن. و این چهار سیگنال انتخابی که ذکر کردیم از بهترین و با کیفیت ترین سیگنال های موجود توی بازار هستن. در قسمت های مختلفی که توی آموزش های فارکس و بورس بین الملل وجود داره چند جلسه به چنگال اندرو اختصاص داده میشه و این مسئله به این دلیله که چنگال اندرو از اهمیت خیلی بالایی برخورد داره. توصیه تیم متخصص فارکس حرفه‌ای به شما عزیزان اینه که ابتدا با دیدن فیلم‌های آموزشی در رابطه با سیگنال‌ها و تحلیل‌ها به سطح کافی از اطلاعات برسید و بعد شروع به تست این استراتژی‌ها توی حساب دمو بکنید و بعد از این که به یه موفقیتی دست پیدا کردید شروع به استفاده از این استراتژی‌ها در حساب واقعی یا ریل با اندکی از سرمایه خودتون بکنید. خب، حالا در قسمت توضیحات در رابطه با سیگنال‌های مورد نظر باید بهتون بگم که سیگنال چنگال اندرو در انواع بازارها قابلیت شناسایی داره و یکی از ویژگی‌های خوب اون بازدهی بالای این سیگناله و در این قسمت هم به نمونه‌های شناسایی شده توسط دستیار فارکس حرفه‌ای اشاره کردیم که تمامی سیگنال‌ها بر اساس سه تایید شناسایی میشن که این تاییدها شامل کندلستیک معتبر، اسیلاتور RSI و همینطور اسیلاتور استوکاستیک میشه. توجه کنید که تیم متخصص فارکس حرفه‌ای قصد داره تا با بالا بردن سطح اطلاعاتی افراد در رابطه با بازارهای مالی موفقیت اونا رو توی انجام معاملات بالا ببره به نحوی که خود معامله‌گر تصمیم گیرنده نهایی باشه. معامله‌گر ابتدا شناسایی سیگنال‌ها رو در اختیار دستیار فارکس حرفه‌ای قرار بده ولی خودش از بین موقعیت‌های به وجود اومده بهترین گزینه رو انتخاب کنه، چون که این سیگنال‌ها به صورت اتوماتیک شناسایی میشن و فرد باید مواردی رو در نظر بگیره که این نکات مهم در رابطه با شناسایی سیگنال‌ها شامل شناسایی بر اساس شکل مناسب، شیب چنگال اندرو، حرکت در کانال ایجاد شده و رسم چنگال 50%. خب، در رابطه با شناسایی بر اساس شکل مناسب باید بهتون بگم که سیگنال هایی رو باید بررسی کنید که شکل مناسبی رو دارن، مثلا فاصله نقاط 1 و 2 و 3 از هم به اندازه کافی باشه. برای مثال فاصله نقاط 2 و 3 باید حداقل 9 کندل باشه و وقتی که به اونا نگاه میکنیم حالت یک کانال رو به راحتی حس بکنیم. در رابطه با شیب چنگال اندرو هم باید بگم که شیب چنگال اندرو باید مناسب باشه و چنگال های اندروی که شیب خیلی تندی رو دارن به هیچ عنوان مورد بررسی قرارشون ندید. مورد بعدی حرکت در کانال ایجاد شده که شاهنه ذکر برای شما عزیزان بگم که حرکات در کانال باید به شکلی باشه که خطوط اصلی چنگال بر روی اون اثر داشته باشه و مقاومت و حمایت چنگال بر روی قیمت حس بشه. توجه کنید که اگر کندل های خیلی شدید و با حرکت تند داشتید این نوع حرکات رو اصلا مورد بررسی قرار ندید. رسم چنگال 50% یکی از موارد جذابیه که توسط تیم متخصص فارکس حرفه‌ای در قسمت چنگال اندرو بررسی میشه و این امر توسط اپلیکیشن خوب و تخصصی دستیار فارکس حرفه‌ای اتفاق میفته. حالا با هم دیگه به بررسی سیگنال های مورد نظر میپردازیم که اولین سیگنال خط ماشه یا تریگر لاینه که معاملات از طریق این سیگنال رو در بازارهای روند و رنج انجام میدن و همینطور قابلیت معامله بر روی همه نمادها رو داره. در همه تایم فریم ها استفاده میشه. ابزارهای مورد استفاده آشنایی با مفاهیم چنگال اندرو،
نقطه ورود در حالت خرید، نقطه بازگشتی در لبه خط ماشه است و همینطور در حالت فروش نقطه بازگشتی در لبه خط ماشه. حد سود یا تیک پروفیت در حالت خرید به اندازه کندل استیک یا دو برابر اون و باز هم همینطور در حالت فروش به اندازه کندل استیک یا دو برابر اون. حد ضرر یا استاپ لاس در حالت خرید زیر کندل استیک معتبر و در حالت فروش بالای کندل استیک معتبر. خب همونطور که مشاهده میکنید در بخش تحلیل تکنیکال به وسیله چنگال اندرو اپلیکیشن یک سیگنال خط ماشه رو برای جفت ارز جی پی یو اس توی تایم فریم یک دقیقه صادر کرده. همونطور که الان مشاهده میکنید ما در این قسمت خط ماشه رو رسم کردیم و حرکات کندل به صورتی بوده که ابتدا بازار به خط ماشه نزدیک بوده و برخورد کرده و بعد یک حرکت رنج گرفته و در اینجا بازار صعودی شده و از خط سوم خارج شده به سمت بالا و در نزدیکی‌های خط ماشه یک کندل دارک لو تشکیل شده که این کندل استیک یک تایید برای ورود به معامله است و طبق این سیگنالی که ما برای شما عزیزان صادر کردیم در این قسمت نقطه ورود شماست که اگر شما در این قسمت وارد معامله می شدید تیک پرافیت اول شما دقیقاً در این قسمت خورده می شد و سود لازم رو کسب می کردید. همونطور که به شما توی توضیحات گفتیم تیک پرافیت رو بر اساس اندازه خود کندل یا دو برابر کندل می زاریم که در اینجا ما تیک پرافیت اول رو داریم و در این قسمت هم تیک پرافیت دوم رو داریم و می بینید که تیک پرافیت اول ما زده شد و سود لازم رو کسب کردیم. خب در اینجا همونجور که مشاهده میکنید ما یک روند نزولی رو در پیش داریم و در این قسمت یعنی از نقطه 1 تا 3 ما اومدیم خط ماشه رو رسم کردیم. همونجور که مشاهده میکنید در اینجا موقعی که بازار شروع به ریزش میکنه در این قسمت حدوداً اومده به خط سوم چنگال ما برخورد کرده و یک برگشت کوتاه مدتی رو داشته و در این قسمت از خط سوم چنگال به سمت بیرون عبور کرده و زمانی که نزدیک به خط ماشه شده با ایجاد یک کندل استیک معتبر یعنی اینگالفینگ به حالت صعودی ما یک تایید رو برای ورود به معامله میگیریم و طبق سیگنالی که ما برای شما از آن ارائه کردیم در این قسمت نقطه وروده و در اینجا میبینید که تیک پروفیت اول شما به راحت ترین شکل ممکن خورده شد و سود خوبی از این معامله به دست شما عزیزان رسیده. خب سیگنال بعدی سیگنال بازگشتی یا ریورساله که این سیگنال در بازار روند و روند سری قابلیت معامله رو داره و همینطور در همه نمادها معامله انجام میشه. تایم فریم مربوط به این سیگنال همه بازه‌های زمانی شامل میشه و همینطور ابزارهاش هم آشنایی با مفاهیم چنگال اندرو، نقطه ورود برای حالت خرید، نقطه بازگشتی در لبه خط پایینی و برای حالت فروش نقطه بازگشتی در لبه خط بالایی. حد سود یا تیک پروفیت برای حالت خرید به اندازه کندل استیک و یا دو برابر اون و همینطور برای حالت فروش هم به اندازه کندل استیک یا دو برابر اون. حد ضرر یا استاپ لاس در حالت خرید زیر کندل استیک معتبر و در حالت فروش بالای کندل استیک معتبر. خب حالا همونطور که مشاهده میکنید ما توی این چارت مربوط به AUD/NZD یعنی دلار استرالیا به دلار نیوزلند رو داریم که توی تایم فریم یک دقیقه است و یک سیگنال بازگشتی یا ریورسال رو برای چنگال اندرو داریم. خب همونطور که مشاهده میکنید در این قسمت چنگال اندرو رو ما رسم کردیم و در اینجا موقعی که بازار یک روند صعودی رو گرفته در این قسمت یعنی در قسمت خط بالایی مربوط به چنگال اندرو دیگه قیمت توان افزایش بیشتر رو نداشته و همینطور تاییدات لازم رو از اشباع خرید یعنی RSI و کندل استیک ما گرفتیم، چون که همونجور که مشاهده میکنید در اینجا یک کندل استیک اینگالفینگ یا پوششی خیلی قوی شکل گرفته و با توجه به مفاهیم چنگال اندرو ما انتظار حرکت قیمت به سمت خط میانه چنگال رو داریم و همونطور که مشاهده میکنید سیگنالی که توسط اپلیکیشن برای شما صادر شده در این قسمت نقطه ورود رو به شما گفته که اگر در این قسمت وارد می شدین در اینجا تیک پروفیت اول و در این قسمت حدوداً تیک پروفیت دوم شما خورده می شد و یک سود خیلی خوبی رو از این سیگنال به دست می آوردین.
خب همونطور که در اینجا هم شما مشاهده میکنید، یک مثال دیگر رو ما برای روند صعودی توی سیگنال بازگشتی چنگال اندرو داریم. ابتدا در اینجا روند صعودی بوده و وقتی که ما چنگال اندرو رو رسم میکنیم، میبینید که در این قسمت خط میانه رو به سمت خط پایینی چنگال رد کرده و در اینجا موقعی که به خط پایینی چنگال اندرو نزدیک شده، یک کندل استیک معتبر خیلی قوی تشکیل شده که کندل استیک اینگالفینگ یا پوششیه. توجه کنید که ما در اینجا تاییدات رو بر اساس اشباع خرید یا RSI و همینطور کندل استیک معتبر اینگالفینگ دریافت کردیم و اپلیکیشن دستیار فارکس صرفه‌ای این سیگنال رو برای شما عزیزان ارائه کرده. و با توجه به مفاهیم چنگال اندرو، ما در این قسمت انتظار حرکت قیمت به سمت خط میانه چنگال اندرو رو داریم که الان اگر شما مشاهده بکنید، در این قسمت اگر معامله خودتون رو ثبت می‌کردید و وارد معامله می‌شدید، در این نقطه تیک پروفیت شما برخورد می‌کرد و سود لازم رو از این سیگنال کسب می‌کردید. سیگنال بعدی سیگنال ادامه دهنده یا کانتینیوشن که در بازار روند اورنج قابلیت معامله رو داره و همینطور در همه نمادها معامله انجام میشه. تایم فریم مربوط به این سیگنال همه بازارها رو شامل میشه و ابزارهای مورد استفاده در این سیگنال آشنایی با مفاهیم چنگال اندرو، نقطه ورود برای حالت خرید، نقطه بازگشتی در لبه خط پایینی چنگال و در حالت فروش نقطه بازگشتی در لبه خط بالایی چنگال. حد سود یا تیک پروفیت برای حالت خرید و فروش به اندازه کندل استیک یا دو برابر اونه و همینطور حد ضرر یا استاپ لاس هم در حالت خرید زیر کندل استیک معتبر ولی در حالت فروش بالای کندل استیک معتبر. خب همونطور که مشاهده میکنید، این چارت بیت کوین به یو اس دی توی تایم فریم 15 دقیقه است و سیگنال کانتینیوشن چنگال اندرو رو ما داریم. خب همونطور که میدونید در روند صعودی بعد از تشکیل چنگال، قیمت در لبه پایینی چنگال مانند فنر جمع شد و انتظار حرکت صعودی رو ما داریم. این سیگنال با تایید کندل استیک اینگالفینگ و با تغییر فاز مکدی انجام شده که انتظار حرکت قیمت به سمت خط میانه رو ما از این سیگنال داریم. توجه کنید که در این قسمت کندل استیک پوششی ما تشکیل شده و اگر در اینجا نقطه ورود شما وارد معامله می شدید، در این قسمت تیک پروفیت اول و در این قسمت هم تیک پروفیت دوم شما خورده می شد و سود لازم رو از این معامله کسب می کردید. خب همونطور که مشاهده می کنید، برای مثال بعدیمون که توی روند نزولی و برای فروشه، ما در اینجا چارت اتریوم به یو اس دی توی تایم فریم یک ساعته رو داریم. در روند نزولی بعد از تشکیل چنگال، قیمت در لبه بالایی چنگال مثل فنر جمع شد و انتظار حرکت نزولی رو داریم. این سیگنال با تایید کندل استیک اینگالفینگ و همینطور با تاییدات استوکاستیک و RSI برای ما صادر شده و انتظار حرکت قیمت به سمت خط میانه رو داریم. و طبق چارتی که الان مشاهده میکنید، در اینجا ما کندل استیک اینگالفینگ یا پوششی رو داشتیم که روند رو دوباره برگردونده و روند نزولی شکل گرفته. باز در این قسمت یعنی بالاتر از کندل استیک معتبر استاپ لاس رو قرار میدیم و در اینجا نقطه وروده که اگر در این قسمت شما وارد معامله میشدین، در اینجا تیک پروفیت اول و در این قسمت هم تیک پروفیت دوم شما زده میشد و سود لازم رو از این معامله کسب میکردید. سیگنال بعدی سیگنال خط میانه یا میدین لاین که در بازار روند و رنج قابلیت معامله رو داره و همینطور در همه نمادها معامله انجام میشه. تایم فریم مربوط به این سیگنال همه بازه‌های زمانی رو شامل میشه و ابزارهای مورد استفاده آشنایی با مفاهیم چنگال اندرو، نقطه ورود برای حالت خرید و فروش، نقطه بازگشتی در لبه خط میانه است و همینطور حد سود یا تیک پروفیت در حالت خرید و فروش به اندازه کندل استیک یا دو برابر اون و حد ضرر یا استاپ لاس در حالت خرید زیر کندل استیک معتبر ولی در حالت فروش بالای کندل استیک معتبره. خب حالا در این مثال همونطور که شما عزیزان مشاهده میکنید، این چارت مربوط به نقره توی تایم فریم 1 دقیقه است. همونطور که مشاهده میکنیم، ما اینجا یک روند صعودی و همینطور چنگال اندرو توی روند صعودی داریم و بعد از بازگشت به سمت خط میانه، شما میبینید که در این قسمت
ما تاییدات رو بر اساس کندلستیک معتبر یعنی کندلستیک اینگالفینگ برای حالت صعودی و همینطور تاییدات رو بر اساس استوکاستیک داشتیم و زمانی که به خط میانه نزدیک شده با توجه به این تاییدات سیگنال ورود برای ما صادر شده که در اینجا نقطه ورود و میبینید که با شروع کندل بعدی به راحتی تیک پرافیت اول شما خورده و همینطور بعدش هم تیک پرافیت دوم شما و توجه کنید که استاپلاس رو هم ما زیر کندلستیک معتبرمون قرار میدیم. خب برای مثال بعد همونطور که مشاهده میکنید ما چارت مربوط به یوروکد رو توی تایم فریم 1 دقیقه داریم و در اینجا ما یک روند نزولی رو مشاهده میکنیم که در این قسمت هم چنگال اندرو شکل گرفته. زمانی که حرکت قیمت کاهشی میشه و بعد به سمت خط میانه نزدیک میشه در این قسمت شما میبینید که ما تاییدات رو باز هم بر اساس کندلستیک اینگالفینگ که شما مشاهده میکنید یک کندلستیک معتبر اینجا شکل گرفته و همینطور به وسیله استوکاستیک دریافت کردیم و برای دیده شدن بهتر در اینجا شما میبینید که سیگنال ورود صادر شده. همونطور که گفتیم استاپلاس بالاتر از کندلستیک معتبر و همینطور تیک پرافیت به اندازه خود کندلستیک معتبر یا دو برابر اون. و الان همونطور که مشاهده میکنید اگر در این قسمت شما وارد میشدید و همراه بازار پیش میرفتید میدیدید که حدودا در این قسمت وقتی که باز روند کاهشی میشد در اینجا تیک پرافیت اول و در این قسمت هم تیک پرافیت دوم شما برخورد میکرد و یک سود خوبی رو از این معامله کسب میکردید. خب در این لحظه این جلسه آموزشی ما به پایان میرسه. امیدوارم مطالبی رو که برای شما از آن ارائه کردیم مفید و خیلی کاربردی واقع شده باشه و بتونید بهترین استفاده رو از این مطالب برده باشید. همچنین شما میتونید برای دریافت اپلیکیشن خوب و تخصصی دستیار فارکس حرفه‌ای راهنمایی لازم رو از تیم پشتیبان فارکس حرفه‌ای در واتساپ و تلگرام دریافت بکنید. تا جلسه بعد خدا نگهدار.